سلام میکنم خدمت یکایک عزیزان بیننده خوب تلویزیون تصویر ایران. از هامبورگ مهیار بهرامی نسب هستم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و خوب و خوش و خرم و بیننده این هفته برنامه ما. سپاسگزارم از عزیزانی که با تلفن‌های خوب خودشون ما رو حمایت میکنن راجع به مسائلی که برای اقامت اسپانیا و خرید ملک در اسپانیا هستش با من تماس میگیرن. خیلی ممنونم که به ما اطمینان دارید و مشکلاتون رو با ما در میون میذارید. با ما هم میتونیم که ایشالا بیشتر شما رو کمک کنیم، بیشتر به شما به هدفتون شما رو نزدیکتر کنیم. و دوستان عزیزم، همکاران بسیار خوبم در مالاگا در مابیگا آقای جعفری پور هستن که شما رو راهنمایی میکنن برای خرید املاکتون در اسپانیا و همینطور برای اخذ اقامتتون، چه اقامت تجاری و اقامت توریستیتون. و این هفته هم برنامه بسیار خوبی داریم. یه مقدار از مسابقه آقای جعفری مجددا خدمتتون تقدیم میکنیم که ببینید براتون راجع به اخذ اقامت صحبت کردن، راجع به مسائل خرید املاک در اسپانیا صحبت کردن و شرکت های تبلیغاتی هم که به ما پیوستن و قراره که باهاشون همکاری بسیار خوبی داشته باشیم. به اولین قسمت از برنامه توجه میکنیم. امیدوارم که مورد نظرتون واقع بشه و میام به حضور شما عزیزان. چشم همه حسودا پر میکشم آخر مثل پرستوها میام به خونه به آشیونه اما مه زیبا سیمی مره تنها چیک چیک عشقام دارن حکایت ها واسه همه یادا یه خبری دارم تنها ای سنگ صبورم ای
سنتی مولانا در هامبورگ با مدیریت جدید افتتاح شد. مکانی کاملا خانوادگی و استثنایی برای شما و میهمانان عزیز شما. رستوران مولانا مقدم شما عزیزان را با غذاهای مطبوع و حلال گرامی می‌دارد و هر شنبه شب با نوای دلانگیز هنرمندان برجسته موسیقی برای شما شبی سراسر خاطر انگیز می آفریند. ما مقدم شما و میهمانان عالی قدر شما را گرامی می داریم و با قیمت‌های کاملا استثنایی از شما پذیرایی می کنیم. رستوران مولانا خوش آمدید. آدرس دانسیگر اشتراس شماره 14، تلفن 244-552. هتل رستوران هما تابن گون با محیطی گرم و صمیمی در کنار فرودگاه بین‌المللی شهر فرانکفورت، با سرویس رفت و برگشت از فرودگاه به هتل بدلعکس، پذیرای شما هموطنان گرامی می باشد. سالن رستوران هما برای برپایی جشن‌ها و مهمانی‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. به زودی در رستوران هما هر شنبه با موزیک زنده پذیرای شما خواهیم بود. رستوران هما پذیرای شما از سراسر جهان با غذاهای لذیذ ایرانی در کنار فرودگاه شهر فرانکفورت می‌باشد. لطفاً برای رزرو جا با شماره تلفن 06107-9026 تماس حاصل بفرمایید. هتل تابن گون. و اما میرسیم به مسابقه هفته که در هفته گذشته دوستان عزیزم خیلی زنگ زدن. استاد عزیزم آقای جمال وفایی، دوست بسیار خوبم، که نام سوال مسابقه بودن، ولی خب احتیاج به معرفی ایشون است. جمال وفایی از هنرمندان بسیار خوب هستن، از شاگردان استاد مهرداش و از کسانی که هستن که واقعا من بهشون ارادت دارم. انسانی بسیار والا مقام، دوست بسیار خوب من، هنرمندی که من سالهای سال قبل باشون کارم آغاز کردم، با هم همکاری داشتیم. جمال وفایی که الان در امریکا تشریف دارن و از هنرمندان بسیار بسیار خوب، مهربون و هنرمندی بسیار بالا مقام هستن. من براشون واقعا احترام زیادی قائلم. عباس وفا برادرشون همچنین و دوستان بسیار خوب هم هستن. عباس وفا که صدای بسیار گرمی داره و سالهای سال در ایران هنوزم هستش، داره ادامه کار هنریش میده. و هفته قبل برنده مسابقه ما آقای رضا حسینجانی بودن که تماس گرفتن برنده شدن. خیلی ها به من زنگ زدن برای جمال وفایی عزیزم. واقعا خب نمیتونستیم، به عنوان مسابقه یک نفر انتخاب میشه. آقای حسینجانی خواهش میکنم با من تماس بگیرید که جایزتون رو خدمتتون بفرستم و این هفته میشینیم ببینیم که برنده این هفته مسابقه ما. امیدوارم که شما عزیزمون باشید، زنگ بزنید حتما و امیدوارم که شما برنده بشید. سپاسگزارم. با هم میشینیم به مسابقه توجه میکنیم.
به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما، کوچه بن‌بسته. صدای رود بزرگ همیشه تو گوش ماست، این صدا لالای خواب خوب بچه هاست. کوچه اما هرچی هست، کوچه خاطره هاست. اگه تشنه است، اگه خوش، مال ماست کوچه ما. توی این کوچه به دنیا چشای بی فروغ میونه راست و دروغ، خودم رو گم میکنم توی این شهر شلوغ. پچ پچه آدم کن بس که تو هم میدوبه، دیگه فریاد منو سایمم نمیشنوه. صدای زنجی تو گوشم میخونه، تو داری از قافله دور میمونی، سر تو خاموش
باشم تا ببینم پشت کنکور میمونی. چادر موندنمو هر جا خواستم بزنم، تو این دریا نمیخوام نهنگ کوری باشم، پشت این درهای باغ علی کنکوری باشم، صدای زنجیر تو گوشم داری از قفل دور میمونی، سر تو خم کن تا در آبا بشم، تا بگی نه پشت کن خود میمونی. همطور که در اول برنامه خدمتتون عرض کردم، آقای رضا جعفری پور دوست بسیار خوب من که ریاست شرکت سمونزول دارن در اسپانیا، در جنوب اسپانیا، به همراهی جناب آقای شهرام دوست بسیار خوبمون میتونن شما رو راهنمایی کنن برای خرید ملک در اسپانیا، در مالاگا، فونجرلا، مابیا، بنالمادنا و شهرهای بسیار زیبای اسپانیا در کناره‌های سواحل مدیترانه با هوای بسیار خوب تشریف ببرید. حتما اونجا در جنوب اسپانیا جای بسیار زیبایی هست، واقعا بهتون من این سفارش رو میکنم. و اسپانیا از معدود کشورهایی هستش که بسیار مردم خوبی داره، مهربان، مهمان نواز، و خرید ملک هم در اونجا بسیار ساده هست. با کسانی که در اونجا هستن تماس بگیرید، آقای رضا جعفری پور تلفن در زیرنویس برنامه هست، زنگ بزنید حتما شما رو راهنمایی میکنیم و میشینیم به سخنان آقای رضا جعفری پور توجه میکنیم که راجع به عقص اقامت در اسپانیا و خرید ملک براتون صحبت کردن. در ادامه صحبتام یک نکته‌ای که همیشه مورد توجه و دوستان علاقمند هستن اطلاعات داشتن، مسئله اقامت در کشور اسپانیا هستش. اقامت بر دو نوع هستش، یک اقامت بدون اجازه کار و نوع دیگه اقامت، اقامت با اجازه کار هست. اقامت بدون اجازه کار خرید مسکن، یعنی داشتن مسکن در اسپانیا و نشان دادن مدارکی برای اینکه ثابت بکنه شما خارج از اسپانیا صاحب درآمد مستمر ماهانه هستید. با وجود اون مدرک که حالا مثال میزنم سهامدار یک کارخانه یا یک شرکتی هستید که از طریق سود سهامتون میتونید امرار معاش بکنید، نشان دادن اون سهام، یا اینکه مثلا دارای املاک هستید که اجاره دادید و با نشان دادن قراردادهای اجاره که مبلغ اجاره مستمر ماهانه به حسابتون واریز میشه، میتونید اقامت بدون اجازه کار رو بگیرید و داشتن یه مبلغی در حسابتون در اسپانیا. نوع دیگه اقامت، اقامت با اجازه کار هست که شما علاوه بر داشتن مسکن باید اینجا صاحب یک کسب باشید و برای اون کسبتون شما کارمند داشته باشید، به اصطلاح مالیات های مربوط به شرکتتون رو پرداخت کنید، مالیات های مربوط به کارمندتون رو پرداخت بکنید و علاوه بر اون نشون بدید که این کسبتون دارای درآمد مستمر ماهانه است و مالیاتاش پرداخت شده و با وجود اون مسکن و با وجود این کسب و اینکه اشتغال زایی اینجا کردید شما و بازار کار ایجاد کردید، درخواست اقامت میکنید که تا حالا دوستان این کارو کردن و اقامت تعداد خیلی زیادی از دوستان ما موفق شدیم اینجا براشون بگیریم. چه سر من ملاحظه میکنید منطقه‌ای که الان واقع درش هستیم منطقه فونجرولا هستش
یکی از مرکزهای توریست کوستا دل سول هست، یک ساحلی به طول 10 کیلومتر داره کنار دریا با پلاژ بسیار زیبا و آب و هوای متعادل. همینطوری که میدونین آب و هوای مدیترانه مختصات ویژه خودشو داره، تابستون از 30 درجه بالاتر نمیره و زمستونش هم که الان در واقع در زمستونش هستیم امروز 17 درجه بالای صفر هستش و کماکان مردم با آستین کوتاه و لباس کم در تردد هستن. یکی از پروژه هایی که ما در این منطقه داریم که نزدیک به این منطقه هست، در شهری به اسم شهر لاکالا حدود 5 کیلومتری شهر فونجرولا واقع شده به اسم کانالو و گولف، گرند گولف و سی گولف، دو تا پروژه چسبیده به هم است که در کنار یک زمین گولف بسیار بزرگ و زیبا واقع شده که البته در کنار زمین گولف مسکن داشته باشید خصوصیات خودشو داره، هم مورد خوبی برای اجاره کسایی که گولف بازی میکنن هست و همین که بالاخره وجود چمن سبز و اینا خودش مفرح هست و جاذبه داره، هم برای خرید و فروش هم برای اجاره امکانات بهتری رو داره، به خصوص اینکه اینجا یکی از مراکز بزرگ گلف اروپا هست. با وجود حدود 60 زمین گلف در کوستا دل سول یه رکورد بی‌نظیر در دنیا هستش که گلف بازای بسیار زیادی رو از تمام دنیا جذب اینجا میکنه و الان هم به اصطلاح های سیزن فصل بازی گلف هستش که معمولا این مناطق شلوغی هستش. همینطوری که ملاحظه میکنید این پروژه قبلا کاملا نو هستش با کوالیتی بسیار خوب که خودتون ملاحظه می‌فرمایید و منظره خوب دریا و زمین گلف و قیمتاش با ارزشیابی که الان شده حدود 30-40% قیمتاشو کم کردن و مثلا اگر یه مسکنی 2 اتاق خوابه قبلا بوده 300 تا الان شما با 170 تا 180 تا میتونید خریداری بکنید که حدود 80% از این مبلغ هم وام بانکی گارانتی شده روش خواهد بود. از ویژگی های دیگه لاکالا این هستش که در واقع بین مالاگا و ماربیا واقع شده. ماربیا هم که از قدیم یکی از مراکز بزرگ تفریحی کوستا دل سول هست و یک منطقه بسیار مدرن و شیک و اغلب توریست ها یکی از علت هایی که به این منطقه میان علاوه بر استفاده از آفتاب و دریا حتما هر روزشون باید یک سری به ماربیا بزنن و تفریحاتشون رو اونجا انجام بدن که حالا در تصاویر بعدی ما از اون منطقه هم تصاویری خواهیم داشت که شما ملاحظه خواهید کرد. ما علاوه بر این که در منطقه کوستا دل سول فعالیت داریم به تازگی در منطقه کوستا بلانکا، کوستا دل سول یعنی کرانه خورشید و کناره دریای مدیترانه به چند کرانه تقسیم شده که جنوبش کرانه کوستا دل سول هست و در واقع وسط اسپانیا به کوستا بلانکا یعنی کرانه سفید معروف هستش. ما الان تصاویری که شما ملاحظه میکنیم تصاویری هستش که مسکنایی رو که در کرانه سفید یا کوستا بلانکا در اختیار داریم به شما معرفی داریم میکنیم. این در یک شهری هست به اسم لامانگا، مانا یعنی همون درز، لامانگا دستی که توی دریا اومده و روی این دست همینطور که میبینید ساختمون ساختن، خط اول آب بسیار زیبا بسیار مدرن و تفاوتش فقط حداقل 30-40% قیمتاش نسبت به کرانه خورشید کوستا دل سول ارزان‌تر هستش. اینم به هر حال مثل فرض بفرمایید تهران منطقه نیاورون و منطقه صدخندان هستش که اگه بخوام مقایسه بکنم هیچ برتری نسبت به هم ندارن، فقط منطقه کوستا دل سول به خاطر کیفیت‌ها و جاذبه‌هایی که داره مبلغاش گرون‌تر از
منطقه کوستا بلانکا هستش. این پروژه‌ای هم که ملاحظه می‌کنید، ساختمان بلند، تازه ساز، با کوالیتی خوب، همینطور که خودتون ملاحظه می‌فرمایید، استخر بسیار زیبا و خط اول آب و قیمتاش حدود بین 140 تا 180 هزار یورو هستش که بسیار بسیار قیمت‌های مناسبی است. روی این پروژه هم ما 70 تا 80 درصد وام بانکی رو گارانتی داریم و اولین فرودگاهی که نزدیک اینجا هستش، فرودگاه الیکنته هستش که حدود 40 دقیقه رانندگی دارید به اینجا میرسید. به هر سوالات بیشتری هم باشه در خدمتتون هست. ما امکاناتی در دفتر دبی، دفتر مرکزیمون دبی داریم که تلفن‌هاش متقابلا خواهد آمد. میتونیم براتون کمک بکنیم که مسکن در اینجا تهیه بکنیم بدون اینکه شما پولی رو متضرر شده باشید در دبی. لطفاً با دفاتر ما در دفتر مرکزی ما در دبی و نماینده ما در دبی تماس بگیرید تا در این مورد به شما کمک فکری بفرمایم. دفتر دیگه‌ای که در اروپا داریم، در کشور آلمان، شهر هامبورگ، دفتر جناب آقای بهرامی هستش که از نماینده‌های بسیار فعال و همکاران بسیار خوب ما در آلمان هست که تلفن‌ها و آدرس‌ها و ایمیل‌های ایشون هم ملاحظه می‌فرمایید. در کشور آلمان یا اروپا یا هر جای دنیا میتونید با ایشون تماس بگیرید و ما هم در خدمتتون هستیم. من می‌خواستم از جناب آقای بهرامی، از اینکه این فرصت رو در اختیار گذاشتن و تشریف آوردن اینجا، زحمت کشیدن، تشکر کنم و از شما بینندگان محترم که همراه ما بودید و تونستید مقداری، یک ذره کوچکی از زیبایی‌ها و جاذبه‌های کشور اسپانیا رو در این دقایق کوتاه ببینید. تشکر می‌کنم ازتون. خواهش میکنم در صورتی که سوالی داشتید، خواستید تماس بگیرید، همینطوری که ملاحظه میکنید دفتر مرکزی در اسپانیا، دفتر جناب آقای بهرامی در هامبورگ، دفتر مرکزی ما در دبی و تهران متقابلاً شماره‌هاش رو خواهید دید. تماس بفرمایید. ما علاوه بر امور مسکن، خدمات واردات و صادرات به کشور اسپانیا در هر مواردی میتونیم کمک بکنیم. مشاورین داریم که میتوانن این سرویس رو هم در اختیار متقاضیان بذارن. سپاسگزارم. شب بخیر. مدرسه سنتی مولانا در هامبورگ با مدیریت جدید افتتاح شد. مکانی کاملا خانوادگی و استثنایی برای شما و میهمانان عزیز شما. رستوران مولانا مقدم شما عزیزان را با غذاهای مطبوع و حلال گرامی می‌دارد و هر شنبه شب با نوای دلانگیز هنرمندان برجسته موسیقی برای شما شبی سراسر خاطر انگیز می‌آفریند. ما مقدم شما و مهمانان عالی قدر شما را گرامی می‌داریم و با قیمت‌های کاملا استثنایی از شما پذیرایی می‌کنیم. رستوران مولانا خوش آمدید. آدرس: دانسی گرشتهاس شماره 14، تلفن 244-552. هتل رستوران هما تابن گون با محیطی گرم و صمیمی در کنار فرودگاه بین المللی شهر فرانکفورت، با سرویس رفت و برگشت از فرودگاه به هتل ولیعصر، پذیرای شما هموطنان گرامی می باشد. سالن رستوران هما برای برپایی جشن‌ها و مهمانی‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. به زودی در رستوران هما هر شنبه با موزیک زنده پذیرای شما خواهیم بود. رستوران هما پذیرای شما از سراسر جهان با غذاهای لذیذ ایرانی در کنار فرودگاه شهر فرانکفورت می باشد. لطفاً برای رزرو جا با شماره تلفن 06170260 تماس حاصل بفرمایید. هتل تابن گون.
بینندگان عزیز، علاقمندان علم استرولوژی، امیدوارم هر جا که هستید صحیح و سالم تندرست باشید، با خوبی و شادی در کنار خانواده شما و موفق باشید. دوستان خوبم، امروز میخوام به چند تا از سوالات عزیزان جواب بدم، به چند تا از سوالایی که واقعا دوستم برام عزیزه و تلفن کرده بود میگفتش که خواهش میکنم جواب این سوال ما رو واضح بده که ما متوجه بشیم. دو تا دوست عزیز از ایران تماس گرفتن، یکی از دانمارک تماس گرفتم و سوالشون تقریبا شبیه هم بود. من اینجا جواب سوال هر ست عزیزان میدم و میگفتن که خواهشن توضیح بدین که آیا در مورد جن، در مورد این که آیا صحت یا وجود داشتنش برای کسی ثابت شده یا نه. دوستای خوبم، اگر شما اطلاع داشته باشید کشور لندن، کشور انگلیس لندن، شهر لندن تنها جایی است توی دنیا که بیشترین جن یا بیشترین علم ناشناخته در اونجا وجود داره. به خاطر چی؟ به علت این که آثار قدیمی و کهنه زیاد داره و جن موقعی که خودش ظاهر میکنه نشون میده در جای مکروکه باشه، در جای کهنه، در جای نمناک باشه. و اگر عزیزانی که با لندن دوست آشنا دارن در ارتباط هستن و حتما شنیدن افرادی یا اشخاص یا گروهی هستن که در این علم هستن و حتی جنگیری میکنن، یعنی جن میگیرن مثل یک انسان، مثل یک دوست در کنارشون باهاشون زندگی میکنن. این گروه هر شخصی نمیتونه کار انجام بده، گروهی هستن که در این علم خیلی زحمت کشیدن و در این علم خیلی تلاش کردن و موفق شدن. یکی سوال میکرد میگفتش که آیا دعا نویسی همین مسئله جن ارتباط داره؟ ببین عزیز، من در برنامه قبلم با شما صحبت کردم، گفتم ببین دعا نویس شاید بعضیا یک زبان عامیانه یا برای بعضیا خیلی کوچیک باشه، اما علم دعا نویسی خیلی بزرگ و خیلی محترمه. به خاطری که هر شخصی نمیدونه، هر کسی که در ایران هستش من شنفتم میشینن کنار خیابون یا تو کوشه کنار یا تو جاهای اطراف شهر میگن که ما این کار انجام بدیم، به دخترای جوان یا به زنای جوان یا به اشخاصی کلک میزنن، دروغ میگن. ببین هر کس میگه، خانمی از امریکا تماس گرفت و میگه من $1,500 دادم به یه شخصی در کانادا، اسم نمیبرم، دوست ندارم اسم ببرم، و اون خانم گفته بچه من محتاده، میخواد این ترک کنه و پول گرفته و هیچ اثر نکرده. ببین دوست عزیزم، من همونجور که پشت تلفن به شما گفتم، ترک اعتیاد مواد مخدر این چیزی نیست که با جادو یا با تلس قطع بشه، از بین بره. چرا؟ علت داره. ما میتونیم کاری براش بکنیم، یعنی من شخصا، من به دیگران، به کسای دیگه در این کار هستم کاری ندارم، کاری که من خودم قلبا میتونم انجام بدم، در توانم هست میتونم این کار انجام بدم، بچه شما در اون کار استوب کنه، یعنی حرکت زیاد در اون مسئله نداشته باشه، تمایلش کم بشه، اما نمیتونم کاری کنم احتیاطش، معتادیش کاملا قطع بشه. چرا؟ جسم این بچه بیماره، اعضای عنصر بدنش بیماره، روحش بیمار نیست. چرا؟ به خاطر که این انسان یا اون جوون، یه جوون 23-24 ساله با توانایی خاص رفته این کار انجام داده، یعنی خودش پاپای خودش حرکت کرده. کسی نیستش که روحش بیمار باشه من بتونم از طریق روح این آرومش کنم. و اون خانومی که از ما $1,500 گرفته کار انجام نده و گفته من این کار انجام میدم، نه اون خانوم، هیچ شخص دیگه، هیچ کس نمیتونه برای شما قلم بزنه که بگه که من کار میکنم بچه ترک کنه. نه، میتونیم بهش انرژی بدیم، آرومش کنیم، قدرت تواناییش زیاد کنیم، اما ترک کردن ارادش باید دست خودش باشه. پس عزیزم، بی خودی تلاش نکن، جایی نرو بی خود پول نده. بهترین درمان، درمان برای بچت گفتار درمانیه.
یعنی بچه شما باید بره گفتار درمانی، انرژی بگیره، روحش انرژی بگیره، قدرت بگیره و این بچه توانایی داشته باشه حرکت کنه. اما اینکه پول بدیم بگیم که شما این کار انجام بدیم، من که عزیزم بهت گفتم نمیکنم و در توانم نیست و اینجوری اصلا امکان نداره. این جواب سوال دوست عزیزم. دوست خانم دیگه هم از ایران تماس گرفته بودن و گفته بودن که من پیش کسی رفتم، پول دادم، بر من گفتم بختت بسته است، بختم باز نشده و گریه میکرد چیکار کنم. ببین عزیزم، هر کسی نمیتونه این کار انجام بده. بخت گشایی کسی هستش که چیزی هستش که باید در اون کار حرفه کامل داشته باشه. یعنی شما اشخاصی در ایران هستن، افرادی که واقعا علم اینه دارن، واقعا در این راه تحصیل کردن، بعد و اجدادشون در این مسئله جنگیری در ارتباط با جن داشتن و میتونن این کار انجام بدن. شخصی که بیاد بگه من این کار یاد گرفتم، امکان ندارم. من خودم شخصا کسی نیستم که بتونم یاد بگیرم. به همه هم گفتم میتونیم بیان یه مقدار مختصر اطلاعات داشته باشین و یاد بگیرین چله نشینی رو، پاک نگه داشتن روح و در چه شرایطی روح شما آزاد میشه از بدن. اما این اذن رو نمیتونم به شما بدم که شما بشینین بنویسین برای کسی کاری انجام بدین. چرا؟ به خاطر که اذن این مال حضرت سلیمانه و حضرت سلیمان هم به اشخاصی داده، مثلا نسل من شاید 20 نسل 30 نسل گشته تا به دست من رسیده و بعد از منم من به بچه‌ام میرسه، بعد از بچه‌ام به بچه‌اش میرسه. این نیستش که من بتونم مثلا شخصی رو، دانش آموزی رو، هنرجو رو بگیرم و بهش یاد بدم و بگم شما برو کار انجام بده. نه، من هنرجو رو دارم، الان داریم روش کار میکنیم. هنرجوهای ما یاد گرفتن چطور روحشون رو آزاد کنن، روح آزاد باشه، چطور روحشون پاک باشه و در این مسئله اطلاعات کامل داشته باشن. دوست خوبم، شما در کنار خیابون میرین به هر کس میرسه 200 اورو بده یا 500 اورو بده یا 1000 اورو بده شما این کار انجام بدین، این کار شما اشتباهه. شما باید بگردین افرادی که واقعا خوب هستن در این کار، در این علم واقعا تسلط دارن، در این رابطه با ایشون صحبت کنین و کار مشکلتون حل بشه. دوست خوب دیگه هم با من صحبت کرد و میگفتش که من سالهاست از شوهرم جدا شدم و دوست دارم این شخص برگرده و از من خواسته بود که این شخص برگرده، ولی مجدداً این آقا ازدواج کرده و دو تا بچه داره و گریه میکرد. ببین عزیزم، شما 7 صبح من زنگ زدی، من چشمم از خواب بیدار کردم با گریه شما بیدار شدم. خانم خوبم، شما اگر دوست داشتی شوهرتو یا در شرایط نامناسبی قرار گرفتی یا جدا شدی یا به هر دلیلی که من دلیلش رو نمیدونم، اما این درست نیست من بشینم کاری انجام بدم که شوهر شما ازدواج کرده و دو تا بچه دیگه داره مجددا باهات برگرده زندگی کنه. ازت خواهش میکنم این کار از من نخوا. و پشت تلفنم گفتم، گریه کردی، تلفن قطع شد. من عمدن قطع نکردم خانمی، تلفن خودش قطع شد و گریه کردی، خواستی من این کار نمیتونم انجام بدم. چرا؟ به خاطر اینکه اون آقا مجددا زندگی درست کرده، مجددا فرزندی داره. من نمیتونم بچه به گفته خودت 8 ماه و 3 ساله رو بی پدر کنم که شما بچه 24 ساله داری. بچه 24 سالت سختی کشیده، مشکلات تحمل کرده و الان بهش تقریبا یه حالت این که عادت شده که پدر نیست، پدر هفته یک بار میاد یا مثلا ماه یک بار میاد. و شما هم مجددا بری یه زندگی برای خودت آماده کن و دنبال زندگیت باش، دنبال این نباش که من بتونم کاری انجام بدم شوهرت برگرده. دوست خوب من، ازت خواهش میکنم به خودت انرژی بده، با من تماس بگی، من در رابطه با کمک کردن به روحیت کمک میکنم. امیدوارم که موفق باشی و امیدوارم که همه دوستان خوبم صدای منو میشنون و در رابطه با سوالاتی دارن زنگ بزنن و در اونجا که بتونم توانم باشه جواب سوالاتشون رو میدم و امیدوارم که موفق و معید و شاد و خرم در کنار هم باشید. خدا نگهدار تا هفته آینده. یادت می آید آن شب‌های رویایی، بودم غرق آن دو چشمان شب در خوابت می‌بینم که
اگرم شده تا به قیامت به امید وفای تو باشم، به خدا ندهم به دو عالم نفسی که برای تو باشم، چه مرا به هزین بود آیا که مبار سرای تو باشم، چه زمان زلبت شود آیا شنوم که سزای تو باشم. یادت می آید آن شبهای رویایی، بودم غرق آن دو چشمان دریایی، ماند از آن شبها بر لبها داغ حسرت، هر شب در خوابت می شب من شب تو شب مهتاب، اثری ز نگاه تو دارم، تو به من تو بدان که وجودم دل و دیده به راه تو دارم. از شب هجران به دو چشم سیاه تو دارد، مگذر دگر از دل زارم که امید پناه تو دارد. چشمت میخواند مرا، عاشق میداند مرا، ترسم سنتی مولانا در هامبورگ با مدیریت جدید افتتاح شد. مکانی کاملا خانوادگی و استثنایی برای شما و میهمانان عزیز شما. رستوران مولانا مقدم شما عزیزان را با غذاهای مطبوع و حلال گرامی می‌دارد و هر شنبه شب با نوای دلانگیز هنرمندان برجسته موسیقی برای شما شبی سراسر خاطر انگیز می‌آفریند. ما مقدم شما و مهمانان عالی قدر شما را گرامی می‌داریم و با قیمت‌های کاملاً استثنایی از شما پذیرایی می‌کنیم. رستوران مولانا خوش آمدید. آدرس: دانسی گرشتراس شماره 14، تلفن 244-552. در رستوران هما تابن گون با محیطی گرم و صمیمی در کنار فرودگاه بین المللی شهر فرانکفورت، با سرویس رفت و برگشت از فرودگاه به هتل و بالعکس، پذیرای شما هموطنان گرامی می باشد. سالن رستوران هما برای برپایی جشن ها و مهمانی های شما آمادگی خود را اعلام می دارد. به زودی در رستوران هما هر شنبه با موزیک زنده پذیرای شما خواهیم بود. رستوران هما پذیرای شما از سراسر جهان با غذاهای لذیذ ایرانی در کنار فرودگاه شهر فرانکفورت می باشد. لطفاً برای رزرو جا با شماره تلفن 06107-9260 تماس حاصل بفرمایید. هتل تابن گون.
عزیزان بیننده، امیدوارم از برنامه مون لذت برده باشید. من کمتر حضورتون میام به خاطر که تراکم برنامه زیاده و سعی میکنیم موسیقی رو بسیار قشنگ خدمت تقدیم میشه. از کسانی که در هامبورگ هستن و دوست دارم به ما بپیوندم برای انجام امور تبلیغاتشون، خواهش میکنم با من تماس بگیرید. و سپاسگزارم از کسانی که تا این حد ما رو تحمل کردید و نشستید برنامه رو توجه بهش کردید. خیلی خیلی ازتون ممنونم. و همونطور که خدمتتون در برنامه گفتم، در شرکت سمونزول در جنوب اسپانیا میتونید حتما املاک بسیار خوبی تهیه کنید و برای عقص اقامتتون که خیلی مهم است، عقص اقامت اسپانیا یعنی عقص اقامت اروپا، و شما میتونید با عقص اقامتتون در اونجا به تمام نقاط اروپا سفر کنید. با ما تماس بگیرید که بتونیم شما رو ما راهنمایی کنیم. براتون آرزوی شب خوش و لب خواندان دارم. شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده در این ساعت. خداوند یار و نگهدار شما. شب و روز به همه شما زنم خوش.